درود بر شما همراهان کانال شبرو و ممنونم از لایک و سابسکرایبتون. همراهان عزیز، با فشردن کلید زنگوله میتونید از جدیدترین داستانهای ما قبل از بقیه با خبر بشید. بریم که با هم داستان واقعی امروزمون رو بشنویم. داستان زندگی ما بدبختی ها ما میخوام بگم که چطوری از چاله افتادم توی چاه. اول از همه بگم که من بچه اولم و بعد منم داداشمه که 8 سال ازم کوچیک‌تره. بزرگترین بدی و خانواده‌ام در حقم کردن، مخصوصاً بابام. من قد بلند بودم و اندامم درشت بود. ما اول رش بودیم و 6 سالگی اومدیم یکی از دهاتای اردبیل. من به خاطر اندامم که درشت بود از 9 سالگی خواستگار داشتم. به خاطر همون از 8 یا 9 سالگی به اجبار بابام روسری و مانتو می‌پوشیدم، در حالی که دوستامو می‌دیدم که تا 13 14 سالگی بلوز شلوار و موباز میگردن. تا میخواستم بریم بیرون، من که یه ذره بچه بودم، بابام هی دعوا میکرد و میگفت موهاتو درست کن، در حدی که یه دونه تارمو نباید دیده میشد. بیشتر وقتا بغض میکردم و همیشه تو خودم بودم. گذشت تا کلاس پنجم بودم که عیدش رفتیم شمال خونه مادر بزرگم. به خاطر اخلاق بد بابام رابطه چندانی با داییم نداشتیم که اون سال اونام اومدن خونه مادر بزرگم و اون موقع طرح سیمکارت دانش آموزی اومده بود. با مامانم رفتیم گرفتیم. بابام برام گوشی خرید. اون موقع بهترین گوشی بود. خلاصه بگم که خالم و عموم با هم ازدواج کرده بودن. ما که از شمال اومدیم خونه، من رفته بودم خونه خالم اینا که پسر خالم گفت که پسر دایی بهم پیام داده که از الهه خوشم اومده. بعد از شمال برام بچه لاک‌پشت داده بود. مامانم که اومد دنبالم بریم خونمون، من همونجا خونه خالم اینا گفتم که مامان پیمان اینجوری گفته به فلانی. همون لحظه زنگ زد. مامانم چون بچه داداشش بود از خدا خواسته بود. چیزی نگفت که پیمان به پسر خالم گفته بود که گوشی رو بهش بده. گفت بابات گفته بچه لاک پشتا سرما میخورن، بده نوید. منظورش پسر خالم بود. اون نگه داره. گفتم نه. گفت باشه خودت نگه دار. که جرقش خورد و دلم کمی لرزی. من بچه بودم، چیزی نمیدونستم. واقعا چی برام مهم نبود. مامانم گوشیمو برمی‌داشت و به جای من با زبون من با پیمان حرف می‌زد. منم شاید هفته یک دو بار به زور بهش پیام می‌دادم. وقتی مامانم پیاما رو می‌دید، آخرش همه‌شو برام می‌خون که سوتی ندم. منم کلافه می‌شدم و می‌گفتم نمی‌خوام. یه روز که بعد از ظهر از مدرسه اومده بودم، مامانم گفت که پیمان می‌خواد زنگ بزنه باهات حرف بزنه. این پیاما رو فرستادم. من گفتم بین ما هیچی نیست، هیچی. من تا به حال هیچی بهش نگفتم. زنگ زد و گذاشتم روی بلنگو و پیمان یهویی بهم گفت چطوری عشقم؟ آخرش هم گفت دوست دارم. منم شوکه بودم و چیزی رو درک نمی کردم. خلاصه بعد حدود چند ماه از تهران اومد. یه ماهی موند خونه ما. از نزدیک چون با هم بودیم کمی خوشم اومده بود ازش. پیمانم 3 سال ازم بزرگتره. خلاصه بعد از چند ماه رفتنش رابطمون قطع شد. حدود 3 سالی بود که در ارتباط نبودیم و منم عین خیالم نبود تا که کلاس سوم راهنمایی بردنمون از مدرسه مشهد. منم گوشی برده بودم. یکی از دوستام گفت حوصله‌ام سر رفته، شماره کسی رو بده که سر کارش بذاریم. منم شماره پیمان رو دادم که زنگ زد و پیمان وقتی صدای اونو شنید ترسید. گفت یا ابوالفضل، قطع کرد چون لهجه ترکی داشت دوستم. بعد چند دقیقه پیمان زنگ زد. گوشی روی بلنگو بود. دوستم بهش گفت الهی شمارت رو داده امتحانت کنم. که برگشت گفت بگو عشقم امتحان کردن نمیخواد، من هنوز عاشقتم. و گفت گوشی رو بده به الهه. من نگرفتم و حرفم نزدم. هی به گوشی من و دوستم زنگ میزد که با هم حرف بزنه. من حرف نمیزدم باش. خلاصه دوستان به خاطر التماسای اون گفتم باش حرف بزن. منم بعد یکی دو روز که از حرم برگشته بودیم به امام رضا گفته بودم که هرچی صلاحه برام پیش بیاد. که راضی شدم و حرف زدم. اونم گفت راست میگن زیر بارون هر دعایی کنی برآورده میشه. من اون روز تو رو آرزو کردم. منم کمی حرف زدم و گفتم که دیگه میرم خونه، نمیتونم باهات حرف بزنم. التماسم کرد چند روز فقط رفتم خونه بهش پیام بدم. منم همین کارو کردم. دیگه کم کم عاشق شده بودم، اونم از نوع بچگونش. پیمان بهم گفت تلگرامو نصب کنه و بعد چند مدت دین که گروهی و داد و رفتم چند نفری اومدن پی وی و من نمیدونستم و بعد حرف زدم باهاشون. خلاصه این شد که شروع شد. من با پسرا مجازی دوست میشدم و پیمانم چند سری فهمید و دعوامون شد. خیلی دیگه امتحانم کرده بود. از همهشون روسیا در اومده بودم. ولی همچنان عاشق پیمان بودم. ولی نمیدونم چرا حریص شده بودم که چت کنم با پسرا. خلاصه پیمان اومد و یکی دو هفته پیشمون بعضی وقتا گوشیمو میگرفت و چک میکرد که خودکشی های من از اون به بعد شروع شد.
وقتی که دید با یه پسر دوستم خجالت کشیدم و چون ناراحت بود داشتم دق میکردم. با اون سن کمم حدود 20 تا بسته قرص برداشتم و خوردم. الانم بعد از سالها قرص میخورم. کم میمونه که بالا بیارم. خلاصه رابطمون خیلی صمیمی شد که کاش نمیشد. نمیدونم پیمان با نقشه اومده بود یا چی، ولی همه خط قرمزا رو رد کرد و چون دوستش داشتم باهاش راه میومدم. شاید به خاطر بی‌عقلیام حتی به رابطه از پشتم. وقتی پیمان خونمون بود دوست پسر دوستم پیام داد که از من خوشش میاد. پیمان فکر کرده بود با اونم دوستم. پیمان رفت خونهشون و کم محلی شدیدی میکرد که ازم قول گرفت که دیگه تکرار نکنم، ولی تکرار کردم و با پسر دوست شدم که باعث شد با پیمان کات کنم. مامانم واقعا از ته دلش راضی بود پیمان دامادش بشه، ولی از کل ماجرا خبر نداشت. ما تو اتاق با هم بودیم و مامانم هم میرفت خونه خالم اینا. پیمان دیگه منو نمیخواست، فوشای خیلی بدی میداد، تا جایی که شماره بابامو داد به دوستاش که بهش بگه از دخترت گوشیشو بگیر، دخترت خرابه. اون پسر همسن پیمان بود، شاید یه سالی بزرگتر، ولی خیلی پسر ساده‌ای بود. 3 سال با هم دوست بودیم، ولی چیزی ازم نمیخواست. من ازش سیم کارت گرفته بودم، ایمو با اون سیم کارت نصب کردم. دیدم مخاطباش از توی ایمو پاک نشدن. منم دیدم یکی با اسم فامیلی سیو. خیلی جذب اسم و فامیل شدم، چون فامیلی همکلاسیام بود. من اون موقع همزمان 4 یا 5 تا دوست پسر داشتم که همشون رو با هم توی گروه انداخته بودن، که همشون الهه الهه رو انداخته بودن. مهراب حسین زاده مثلا، همون پسری که جذب اسم و فامیل شده بودم، توی اون گروه بود. من رفتم پیویش رو باهاش حرف زدم، اصلا پا نمیداد. حس میکرد از دوستاشم و دستش انداختم. خلاصه سر لجبازی عکسمو فرستادم که با هم یه چت معمولی کردیم که مادر بزرگم اومده بود و داشتم با نویدینه و خاله میرفتم بیرون. منم سوتی با لباس خونه پریدم توی ماشین و رفتیم دور زدیم. به مهرابم پیام دادم که من اومدم فلان جام. اونم توی اون شلوغی افتضاح سری با ماشینش اومد. ترافیک بود، مشخصات داد و منم دیدمش، ولی چون ترافیک بود اون منو ندید. کل شهر با ماشین هر جا میرفتیم میومد، پیدامون نمیکرد. من از مهراب و تیپ و قیافش خوشم اومده بود، همون جوری بود که تو ذهنم تصور میکردم. چون ازش خوشم اومده بود دوست شدیم و وقتی خانواده‌ام رفته بودم مسافرت باهاش قرار گذاشتم و داداشمو برداشتم و رفتم توی شهر. از آژانس پیاده شدم و با ماشین سوارم کرد. رفتیم پارک و با هم حرف زدیم. 2-3 روزی تا ماما اینا از سفر بیان با هم بیرون بودیم و همو میدیدیم. یه شب که داداشم خوابید، ساعت 4 قرار شد بیا دنبالم. اومد و رفتیم خونهشون که کارای خاک بر سری کردیم. اونم رابطه از پشت. مهراب خیلی سر به زیر بود. منم اولین دوست دخترش بودم و جالبه که رشتش هم الهیات بود. فرداش جو گناه گرفته بودش. اینم بگم که روز اول گوشیشو ازش گرفتم و رفتم تلگرامشو دیدم. با دختری پانیز نام چت کرده بود و بهش گفته بود که عشقم. اونم پرسیده بود که تا حالا عاشق شدی؟ اونم گفته بود دختر داییم. همونجا از ماشین زدم بیرون و گوشی رو انداختم روش که شوکه شد. اصلا نفهمید برش این کارو کردم. اومد توی پارک و صندلی کنارم نشست. گفت شرط بندی بوده با دوستم برای خیلی قبله، که انگاری راست هم میگفت. الانم که الانه یادم نمیاد که دروغ بود راست بود. خلاصه راستی اینم بگم که فقط بابای من از این قضیه خبر نداشت، کل فامیل مامانم همه میدونستن. جشن نامزدی آبجی پیمان که بود، مامانش منو توی جشن به همه نشون میداد و میگفت که این عروس منه. من اون موقع هم بابام برام طلا زیاد خریده بود، انگشتر دستم بود، همه فکر میکردن که نشونش شدم. مامانش خیلی زن بدی بود، شاید بیشتر باعثش اون بود که به هم نرسیدیم. همیشه دنبال مادیات بود، به دخترش میگفت پیش فامیلای پولدار برو با نام زده. بعد سری دومی که با پیمان دوست شده بودم، مامانش با هم بد تا میکرد، چون بابام ورشکسته شده بود و وضعمون کمی به هم ریخته بود. برگردیم اونجا که مهراب جو گناه برداشته بود. گفتم بهش تو که جو گناه گرفتی بیا خواستگاری. اونم میگفت اصلا نمیتونه و شرایطشو نداره. منم گفتم هرچی باشه قبول میکنم، که راضی شد. خواستگاری اومد و خلاصه بعد از 6 بار خواستگاری بابام راضی شد. بعد خودکشیم که انسولین تزریق کردم و کم مونده بود برم کما، بعد من به مهراب خودم و جور دیگه ای جا زدم که دختر ساده ای ام و اولین دوست پسرم بودی و منم خیلی ساده بودم و این کارو کردم. ولی فقط بهش گفتم که یکی رو دوست داشتم که با اومدنش فهمیدم دوست داشتن نبوده و الکی گفتم اون کسی که دوستش داشتم ازدواج کرده. بعد عقدم هتل میرفتیم و توی ماشین شیطنت میکردیم. یادمه یکی دو شب بعد عقدمون که بابا مامانم رفته بودن سفر، باز منم با مهراب رفتیم بیرون. داشتیم با مهراب حرف میزدیم که مهراب آروم رانندگی میکرد.
پلیس جلومونو گرفت. خوب بود که شناسنامه همراهمون بود. پلیس گفت آقا دوماد 2 روز داماد شدی. مراقبش تصادف نکنی. خلاصه بعد 4 ماه بحثمون شد. من گفتم طلاق. مهراب زنگ زد به مامانم. مامانم گفت الهی خودش تو رو انتخاب کرده. با هم را بیان یه جوری. مهراب انگار به خاطر از دست دادنم ترسیده بود. با هم آشتی کرد و شبش گفت که فردا میریم هتل. و اون شب خلاف چند ماه قبل هی حرف بکارت میزد. منم خواب بودم و تو حال خودم نبودم. فردا قرار بریم خرید برای نوبرونه. رسم ماست که برای اول تابستون برای تازه عروسا میارن. اولش رفتیم هتل. منم خام حرفا شدم و تو حال خودم چون نبودم گذاشتم دخترونگیمو بگیره. پام شدید میلرزید ولی خوشحال بودم بابت دیدن خون. بعد که کارش تموم شد بعد 1-2 ساعت گفت آماده شو بریم خرید. من با اون حال بعدم باید استراحت میکردم. ولی منو برد بازار و هی میگفت سری راه برو. کم مونده بود گریم بگیره. احساس زخم کردم. غروبش که اومدم خونه تو اتاق که خوابیدم همش کابوسای خیلی بد میدیدم. ما راست داشتیم که شب عروسی پارچه بدیم ولی مهراب گفت اون موقع فکری میکنه. مهرابی که 4 ماهی مراقب بود کاری نکنه و من ازش سرد بشم بعد از زدن پردم اون بیشتر دعوا را میداخت و میگفت طلاق. منم چون اینجوری شده بود همش خفه خون میگرفتم. میذاشتم هر کاری که میخواد بکنه. مامانم میگفت چقدر کم برات خرید میکنه. منم هی بهونه میآوردم که بحثی پیش نیاد. کل 1.5 سال تحمل کردم که عروسی کنم و بعد عروسی ازش جدا بشم که مردم نگن دختر ال بود و بل بود. مهراب همیشه از خودش تعریف میکرد و میگفت که من اصلا با دختری حرف نزدم و به هیچ کس نگاه نکردم. فکرم و همه چیم پیش توه. تو خاصی، تو تکی، تو فرشته‌ای. اصلا کسی مثل تو نیست. با همه کمبودا و سختی و وانمود کردن ها کنارش موندم تا بعد عروسی ازش جدا بشم. یادم برای سرویس عروسی حتی پلاک و زنجیری که مامانم اینا خریده بودن و فروخت. برای خرید عروسی یه دونه فقط شلواریلی خرید با یه دونه پالتو. ما رسممونه که یه چند روز قبل عروسی خریده عروسی رو نشون میدیم. من هر چی داشتم و جمع کرده بودم و چیزی خونه مامانم اینا نمونده بود. بعد اون روز دیدم خانواده‌اش از تو لباس کهنه هم برداشتن و دارن نشون مردم میدن. بغضش خفم میکرد. از خجالت سرخ شده بودم چون همه لباسا رو تو تنم دیده بودن. خیلی حس خاری کردم. حتی 4 تا علنگوی بدلم نشون دادن عوض طلا. اینم بگم که تو نامزدی از افسردگی بیش از حد چاق شده بودم. حدود 28 کیلو چاقتر شده بودم. عروسیم خیلی بد بود. حتی یه جای خوب نگرفتن. توی چادر بزرگای قدیمی عروسیم شد. ولی یه جا که شانس آوردم مادر شوهرم به مامانم گفته بود که من نمیخوام روم تو روی عروسم باز بشه. از هیچ کدومشون دستمال نگرفتم. از اینم اصلا حرفشو نزن. نمیخوام. بعد عروسی دعواهامون شروع شد. مینشست توی خونه و تو گوشی قمار بازی میکرد. سرویس منو فروخت، وام گرفت ولی معلوم نشد چی شد پولشون. حتی یه سری از صدامون مادر شوهرم اینا که همسایه‌مون بود فهمیده بود و اومد بالا. مهراب منو زده بود و منو گناهکار میکرد. میگفت تو دیر از خواب بیدار میشی و نمیدونم صبحونه به هم نمیدی. منم داد میزدم که دروغ نگو، تو قمار بازی میکنی. مامان مهراب برگشت و بهم گفت ساکت شو پدر سگ. منم برگشتم و گفتم خودتی پدر سگ. مهراب حمله کرد که خفم کنه. بعد دستش کبود شده بود. زنگ زدن خانواده‌ام اومدن. منم براشون تعریف کردم ولی همه منو گناهکار میدونستن. شاید نمیخواستن که برگردم اونجا. حالا یادم رفت در مورد عذابای بابام بگم که چی کارا باهام کرد. بابام 20 سال ازم بزرگتره. همیشه عقده داشتم و بغض میکردم وقتی کسی میگفت دخترها بابایی هستن. یه سری اون موقع کسی مزاحمم شد. خونه خالم اینا بودم که بابام زنگ زد و دید اشغالم. به تلفن خونه خالم اینا زنگ زد. فحشم داد. گفت چرا اشغالی؟ منم با لرز رفتم و دویدم توی اتاق. اومد و گوشیمو ازم گرفت. بعد گفت چرا اشغال بودی؟ منم چیزی برای گفتن نداشتم. خونه رو سرش گذاشته بود. اون موقع یه چاقو خریده بود که کنارش گذاشته بود. مطمئنن اگه دم دستش بود واقعا منو با چاقو میکشت. سرمو میبرید. مامانم اومد توی اتاق گفت تو رو خدا بگو الان میاد میکشتت. منم گفتم یه مزاحم پسر بوده. بعد به بابام که گفت، بابام گفت زنگش میزنی الان. میخواست بدونه که چیزی نیست. ببینه پسره کیه، چی میگه. من میدونستم که پسره حرف بزنه بابام میکشتم. حرف نزدم. بابام پا شد و یه گلدون بزرگ رو برداشت و کوبید کمرم. بلوزم پاره پاره شده بود. از کمرم خون میومد. تیکه تیکه شده بودم. دویدم خونه خالم اینا. سری به نوید زنگ زدم و گفتم تو رو خدا داداش به عمو بگو بیاد. بابام داره منو میکشه. نوید گفت نترس الان میام. معلوم نشد با چه سرعتی اومد. بابام با چاقو تو حیاط بود و
خالم اینا جمع شده بودن جلوی بابامو بگیرن. نویز زنگ زد و خبر گرفت که منم گفتم به خدا پسر دنبالمه. خلاصه که عموم اومد و بابامو آروم کرد، ولی من 3 ماه تو اتاق زندونی بودم، حق بیرون اومدن نداشتم. بعضی وقتا به مامانم میگفت قضا بهش نده. یا یکیش هم این بود که بابام از سر کار اومده بود خونه برای نهار، مامانم نشسته بود. اون روز زوری نمیدونم چرا هی منو وادار میکرد با فوش کردن که ظرف بشورم. منم شستم، یه پیش دستی بود، فقط آب زدن میخواست. مامانم گفت به بابام که این داره آب میکشه، کثیف میذاره ظرفا رو بالا. بابام پا شد و منو انداخت زیر پاهاش و با پاشنه پاش جوری میزد که چشمام خیلی خیلی باد کرده بود و کبود شده بود. خلاصه این که حتی توی نامزدیمون هم این اتفاق افتاد. مامانم قرعه میذاش. اون روز خونه نبود. آیفون رو زدن و دیدم که دست نمیکشن. برداشتم دیدم یه مرده پول قرعه آورده. بابام با زور گفت برو بگیر. منم نامزد بودم. میدونستم مهراب بدش میاد. کمی بلند گفتم بلند نمیشم، که بابام فوشم داد. خودشم نرفت و مرده رفت تا که مامانم اومد و بابام گفت فلانی اومده بود. نه الهه رفت نه من. گفتم خب مرد بود نرفتم. پا شد کمربند و برداشت و منو زد. تو وسط کتک خوردن و گریه گفتم برو کنار، ازت بدم میاد بابا. که نمیدونم چی شد که دستمو که یهو نگاه کردم دیدم روش اومده بالا. اول فکر کردم رگش پاره شده، بعد دیدم که شدیداً درد میکنه و شکسته، تا اینکه ولم کرد. رفتم اتاق نشستم، داشتم از دردش میمردم که پا شد من با شکسته بند و با افتخار میگفت که من با کمربند زدمش. مهراب میگفت آخ این چه مسخره بازیه، این چه زمونه‌ایه. مهراب خودش خیلی ناراحت شده بود، گفت این شکسته بنده حالیش نیست، میگه در اومده، باید بریم عکس بگیریم، توی عکس معلوم میشه که چطورشه. خلاصه رفتیم بیمارستان خصوصی که اون موقع خیلی ازمون گرفت. مامانم هم از حرصش پولو داد که بابام آدم بشه. خلاصه که گذشت از اینا، الان 2 سال خورده ای که عروسی کردیم. مهراب خیلی بد شده، میاد از زنای مشتری میگه، یا میگه فلان زنه خیلی زرنگ از فروشنده ها. یه چند روز پیش 3 روز پشت سر هم کتکم میزد. یا الان که یه دونه دختر داریم هی موقع دعوا میگه خدا چرا اینو داده بهمون، یه چیزایی مثل این که من تو رو نمیخوام. دخترم که 3 ماهش بود دوباره حامله شدم، ولی مهراب کاری کرد که سقطش کنم. نمیدونم چی کار کنم. خانواده من با این چیزایی که گفتم میشناسید دیگه. مهرابم که گفتم چطوریه، نه راه پیش دارم نه راه پس. نمیدونم طلاق که گرفتم کجا برم چی کار کنم، ولی اینو میدونم که مهراب دلش به طلاقه. ممنونم که داستان زندگی منو شنیدید و خوشحال میشم که نظرات خودتونو راجع به داستان زندگیم بگید و منو راهنمایی کنید. همراهان عزیز، چنانچه دوست دارید که تجربیات شما با دیگران به اشتراک گذاشته بشه، میتونید با ما در ایمیلی که در دیسکریپشن نوشته شده در ارتباط باشید.